یکی از شعارهای تظاهرات نیویورک نه به سر مار جنگ‌افروزی و بانکدار مرکزی تروریست بود، در حالی که پزشکیان مدعی صلح و دوستی شد و اینکه با کسی سر جنگ نداره. برای بررسی این دو پیام متضاد همراه هستیم با آقای دکتر محمد حسین تسوجی، پروفسور مهندسی الکترونیک، عضو جامعه دانشمندان نیویورک و عضو شورای ملی مقاومت ایران. سلام میکنیم به شما دکتر تسوجی، تشکر میکنیم از حضورتون در روزنگاه. منم خدمت شما و همه هموطنان عزیزی که با ما هستن سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از فرصتی که به من دادید. دکتر تسوجی، صحبت تظاهرات ایرانیان آزاده و اشرف نشونها هست در نیویورک و دو پیام متضاد، که یک طرف میگفت که سر مار جنگ افروزی در تهران هست و دیگری میگفت ما خواهان صلح و دوستی و غیره هستیم. بالاخره کدام یک از این دو پیام رساتر بود؟ بله، واقعا صحنه بسیار جالبی بود. من خودم در تظاهرات نیویورک بودم. از یه طرف پادوی خامنه ای و همپالکیاش اومده بودن که به قول شما با دجالگری این پیام رو بدن که ما حامی صلح هستیم، ما سر جنگ و دعوا با کسی نداریم، ما صلح منطقه رو میخواییم. یه طرف دیگه مقاومت ایران، هواداران مقاومت، ایرانیان آزاده، چند هزار نفر جمع شده بودن و با صدای بسیار بسیار رسا این رو تأکید میکردن که سر ما در تهرانه. و خب میدونید که در چند سال گذشته واقعا یک سانسور بی سابقه در رابطه با اخبار مقاومت تو تمام کشورهای غربی بوده. مقاومت‌های ما رو، مقاومت ایران رو، حرکت‌هاشون رو، اعتراضاتشون رو چیز نمی‌کردن، به اصطلاح پخش نمی‌کردن. این به طور وضوح در جریان کهکشان همین امسال بسیار بسیار واضح بود. ولی خب وطن پرستانان آزادخواهی ایرانی با برگزاری تظاهرات ها، نشست ها، کنفرانس های مطبوعاتی غیره همیشه سعی کردن که صدای ملت در زنجیر ایران رو به دنیا برسونن. انتظار می رفت که امسال هم همینطور باشه، با اینکه رژیم خیلی فعالیت کرده بود، لابیاش خیلی فعالیت کرده بودن که صدای مردم ایران رو یا انعکاس حرکات مردم ایران رو مقاومت ایران نشون ندن، و ولی نشد. یعنی با این تظاهرات بسیار بسیار بزرگی کردیم نشون داده شد یا این پیام رسید که بابا سر مار در تهرانه. این حرفی هم که پزشکیان میزنه که ما خواستان صلح هستیم، پزشکیان هم هیچ فرقی با رئیسی و دیگر رئیس جمهوری نداره. خیلی جالب بود که چندین تلویزیون سراسری ایالات متحده آمریکا، رویتر، AFP و دیگران، به خصوص صدای آمریکا و حتی اینترنشنال مجبور شدن که امسال در رابطه با فعالیت های مثل تظاهرات مردم ایران بازتاب بدن. به نظر من یک پیروزی بسیار بسیار بزرگ برای مردم آزادخواه ایران. من همینجا اجازه میخوام از شما که از همه وطن پرستان و میهن پرستان ایرانی که تو این برنامه شرکت کرده بودن، از راه های بسیار دور اومده بودن، تشکر بکنم. باور کنید از خردسالی که تو مادرش توی کالسکه آورده بود تا مادران و پدران بالای 90 سال واقعا برای من انگیزاننده بود در این برنامه شرکت داشتم. بذارید یکی دو مورد رو من بگم. یک خواهری که قبلا زندانی سیاسی بوده از سوئد پاشده بود اومده بود این برنامه و وقتی من باشون صحبت میکردن میگفتش که واقعا وظیفه منه. یک برادر دیگه از آلمان اومده بود، ایشون هر سال برای این تظاهرات میاد، ایشون به من میگفتش که در برنامه اعتصابات به اصطلاح هوادار سازمان 10 هفته ایشون در اعتصاب قضا بوده. واقعا درود بر شرف این بزرگواران. این رو من اضافه کنم، اگر که مقاومت مردم ایران، اگر مقاومت کانونای شورشی، اگر این مقاومت زندانیان سیاسی با خصوص زندانیان زن در این زندان ها و سیاه چلای رژیم نبود، خب حرکات مقاومت ایران هم یا حرکات مقاومت داخل خارج کشور هم واقعا پای و اساسی نداشت. ولی به یمن همین فداکاری این عزیزان هست، به یمن واقعا مقاومت این دلیران هست، به خصوص مقاومت
زنان در زندان هست که ما میتونیم انگیزه بگیریم و همچین تظاهرات رو برگزار کنیم. دکتر تسوجی، میخواستم راجع به موضوع صحبت خامنه ای ازتون سوال کنم. همونطور که میدونید خامنه ای هم در مورد سالگرد جنگ یه صحبت هایی کرده. نظر شما و حرفاش چی بود؟ خب میدونید رژیم یک رژیم است بسیار دجال. اینها از همه ابزارها برای توجیه وجود نفس خودشون استفاده میکنن و از هر ترفندی برای حفظ قدرت خودشون استفاده میکنن. صحبت های خامنه‌ای هم در مورد جنگ، خب فکر کنم نیات زیادی رو دنبال میکرد. اولش به نظر من با گفتن این به اصطلاح مسئله جنگ و اینا میخواست به نیروهای روی باخته خودش روحیه بده، به خصوص که الان نیروهای نیابتیش چه حماس چه حزب الله واقعا ضربه های جدی خورده. ما دیگه فراموش نکنیم که خود خامنه‌ای کسی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مسئول قتل یا شهادت یا کشتار یا فوت کشته شدن بیش از 50,000 فلسطینی در قتل است. چون اگر اینجا این در هفته اکتبر این مسائل رو حماس شروع نمی‌کرد که گفت به خاطر خود خامنه‌ای بود، به خاطر مسائلی بود که خامنه‌ای داشت، این مسائل شروع نمی‌شد. خامنه‌ای خودش باز مسئول کشته شدن بیش از 500,000 سوریه، آواره شدن بیش از 7,000,000 سوریه، چون در جنگ داخلی سوریه خب همین حزب الله و نیروهای نیابتی ایران و زینبیون و فاطمیون بودن. از طرف دیگه من فکر میکنم رژیم به غایت از درگیر شدن در یک جنگ منطقه بسیار بسیار میترسه. من مطمئنم که خیلی از آدماش یا به اصطلاح هواداراش ازش سوال میکنن پس این همه که شما میگفتین که آزادی قدس از طریق کربلا یا نمیدونم ریختن زاینستا سیخونستا به دریا پس چی شد؟ چرا پس هیچ کاری نمیکنید؟ معلوم بود که واقعا اینها یه تبل توکالی روی تبل توکالی میزدن. اما در رابطه با جنگ با عراق خیلی جالبه، اگه طرف میگه که این قدرت های اون موقع یعنی شوروی و ایالات متحده باعث این جنگ شدن، این جنگ رو شروع کردن چون یه آلترناتیوی در مقابلشون ایجاد شده بود، اگه طرف دیگه صدام رو مسئول جنگ 8 ساله میدونه. ولی ببینید شاید هموطنان فراموش کرده باشد ولی درست یک سال پس از جنگ بسیار از کشورهای عربی به ایران پیشنهاد داده بودن که حتی غرامت جنگی میدن، حتی عربستان سعودی. اینها همه مدارکش هست. عربستان سعودی به ایران گفته بود که ما حاضریم 30 میلیارد دلار غرامت جنگی بدیم و عراق عقب نشینی بکنه. ولی یادتون باشه خمینی خودش گفتش که این جنگ یک ماهیت الهی است. بذارید من برای اینکه بیشتر روشن بشه یه مقدار از حرفای خود این خامنه ای رو براتون بخونم. میگه اما آن گزارش بعدی که گزارشات طبیعی نیست، این به نظر من مهمتر است. در گزارش طبیعی ما میگوییم این جنگ برای دفاع از خاک وطن فقط نبود، یعنی ایران، اینا براشون ایران اصلا مسئله نیست. البته دفاع وطن یک ارزش است، در این تردیدی نیست، اما مسئله جنگ بالاتر بود و از این حرفا دفاع از اسلام بوده، عمل کرد به دستور قرآن بوده. خب در رژیم خمینی و خامنه ای اسلام یک کد برای همین رژیم منحوس جمهوری اسلامی و این وطن فروشی است. من یادمه که در نشریات مقاومت، در فکر کنم شاید در نشریه مجاهد بود یا در نشریه انجمن دانشجو مسلمان، الان یادم نمیاد، خیلی وقت از گذشته، عکسی بود از هواپیمای ملی ایران در کنار الال هواپیمای اسرائیل که داشتن اسلحه و مهمات از اسرائیل از الال به هواپیمای ملی ایران منتقل میکردن برای جنگ. یعنی واقعا این رژیم هیچ گونه اصالت یا واقعا شرفی نداره. نیروهای نیابتیش هم الان شاید به نظر من میدونه که نیروهای یک مصرف بودن. ببینید رژیم هر وقت تو صحنه بین‌المللی هست مطوره، به نظر من انتقامش رو از مردم ایران، همیشه اینطوری بوده. الان هم میبینید اعدام زندونیای سیاسی و اعدام ها بسیار بسیار بالا گرفته، علی‌رغم که اینا پزشکیان رو با این چیز آوردن که مثلا اصلاح طلب است و غیر است. ولی خب به نظر من این سیاستی رو که اینا دنبال میکنن در رابطه با جنگ، برای اینکه سخنم طولانی نشه، بیشتر به خاطر این است که مسئله انقباض در داخل، باز مسئله سرکوبیه، مسئله کشتار، مسئله اعدامه.
در این رابطه هم این چیزی که خود خامنه‌ای گفت خیلی مشخصه، یه چیزی در رابطه جنگ میگه، این پرچم پرچم نفوذ فرهنگی و سبک زندگی دشمن و وسوسه های خصمانه دشمن نباید در داخل کشور در دستگاه های مختلف ما برشته بشه، برافراشته بشه. باید مراقبت کرد، همه موظف هستند در وزارت آموزش و پرورش، باید مراقبت کرد در صدا و سیما، باید مراقبت کرد در مطبوعات، باید مراقبت کرد در وزارت علوم، باید مراقبت کرد. همه اینا صحبت از اینه که بابا جون دستگاه سرکوب ببرید بالا، سیستم باز به سمت انقباض میره و این برنامه‌ای که شخص مثل بزشکیان رو که پادوی بیشتر نیست آوردن، واقعا یک سیاهکاری است که دجالگری است. دیگه همین چه بسیار تشکر میکنیم دکتر تسوجی و براتون آرزوی موفقیت داریم. تشکر میکنم از وقتی که دادید شما و همه عزیزان رو به پروردگار اکرام می‌سپارم. موفق باشید. با تشکر.